سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مقداد گوهرنیا هستم، مدرس ساز جذاب گیتار. امروز میخوایم براتون یک مجموعه جالبی رو عنوان بکنیم، یعنی 9 تا دونه آهنگو میخوایم توی 10 تا دونه جلسه بهتون آموزش بدیم که توی جلسه اول در مورد کل گیتار، نوای دستگذاری و اون چیزی که شما باید برای زدن اون 9 تا آهنگ یاد بگیرین رو بهتون آموزش میدیم. ممنونیم که کانال ما رو تماشا میکنید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و حتماً لطفاً اون زنگوله کنارش رو بزنید که یک کلید آل اونجا میاد، اون آله رو بذارید که ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. و امیدواریم که دوستشون داشته باشید. خب، موضوع اولی که میخوایم در مورد صحبت کنیم در مورد ساختمان گیتاره. ببینید، گیتار به طور کلی 6 تا دونه گوشی داره که این 6 تا دونه گوشی از پایین شمرده میشه. گوشی چی هست؟ این وسیله‌ای که شما باهاش میتونید سیم ها رو سفت یا شل بکنید به عنوان کوک کردن گیتار، که حتما شنیدید. این 6 تا دونه گوشی شماره های 1 2 3 4 5 6 هستن، چون 6 تا دونه سیم ما داریم و سیم های ما از پایین به بالا شمرده میشن. سیم 1 2 3 4 5 و 6 که من اسامی این سیم ها رو جداگونه بهتون میگم. شما اگه به ساختمان گیتار دقت کنید، یک شیطونک اینجا دارید، این وسیله که اینجاست و به این هم میگید خرک. خب اگر دقت کنید، از بغل سیم ها رو میبینید کمی از دسته گیتار فاصله گرفتن. این چه اتفاقی رو به وجود میاره؟ اینو دقیقاً این دوتا باعثش میشن. و چیکار میکنن؟ کاری که انجام میدن، سیم های شما رو از دسته گیتار کمی فاصله میدن برای گرفتن گیتار با انگشتان که کمی پایین قرار بگیره و شما بتونید صدای مورد نظر رو به وجود بیارید. و اینم که خب گفتیم دسته گیتاره و کاسه گیتار. کاسه گیتار چیکار میکنه؟ شما صدایی که توی گیتار ایجاد میکنید و توی گیتار میپیچونه که شما گوشتون با شدت یا حالا رزوناتورش، یعنی تشدید بکنه صدا رو که شما با شدت بیشتری بشنوید. این کل گیتاره که البته ما اگه بخوایم در مورد ساختمان گیتار توضیح بدیم، شاید باید خیلی بیشتر از اینها بگیم، ولی به همین حد کافیه. مسئله بعدی که میخواستم براتون بگم مسئله دستگیری گیتاره. ولی قبل از اون اجازه بدین من 6 تا سیم رو براتون نام ببرم. 6 تا سیم به صورت دست باز. دست باز یعنی چی بچه ها؟ ما 2 تا دونه دست داریم، خب یه دست راست دست چپ، که هر دوتاش توی گیتار ما بسیار مهمن و بسیار استفاده میشن. از چه جهت؟ شما اگر که میخواید یک صدای خوب در گیتار داشته باشین، اصلا کلا به این دوتا دست بستگی داره. یعنی شما ممکنه یک گیتاری داشته باشید که اصلا قدیمی باشه، سیمهای خیلی کهنه ای داشته باشه، ولی چون با دستتون درست ازش مصرف میکنید، استفاده میکنید، میتونید صدای خوبی هم ازشون بگیرید. پس دست خیلی مهمه توی گیتار. و این 6 تا سیمو که میخواستم بهتون بگم، از بالا میشه می، لا، ری، سول، سی و می. همونطور که دقت کردین سیم 6 و 1 می هستن. فعلا شما حالا کاری من کاراش نداشته باشین، فقط 6 تا سیمو حفظ کنید. یعنی اینکه بدونید این 6 تا سیم به صورت آزاد. آزاد یعنی چی؟ یعنی دست باز. زمانی که مثلا انگشت شستتون که الان هر کدوم اینا یه اسمی دارن و بهتون میگم، وقتی این سیم ها رو میزنه به صورت آزاد چه صدایی میده؟ میشه می، لا، ری، سول، سی، می. از سیم 6 به سمت سیم اول. موضوع بعدی نحوه دستگیری گیتاره، که همونطور که بهتون گفتم بسیار مسئله مهمیه. ببینید، شما برای دست راستتون عموما اینجایی که دستتون تا میشه، خب اینجا قرار میگیره روی اینجای گیتار، ولی به اندازه دست‌ها، چون بعضی دست‌ها کشیده تر و بلندتر هستن، بعضی کوتاه‌تر هستن، ممکن این کمی بیاد بالا یا کمی بره پایین. ولی موضوع مهمی که وجود داره اینه که کف دستتون نزدیک این گردی گیتار، یعنی روزت بهش میگن اینجا، چون این قسمت قرار میگیره، به این شکل شما دستتون قرار بگیره. خب یعنی این کف دستتون اینجا باشه. حالا یه سری دست ها کشیده تر هستن، شما دستتون ممکنه یه ذره آرنجتون رو باید بیاریم بالا که مثلا اینجاها قرار بگیره. یه سری ها کوتاه‌تر هستن، دست میاد اینجایی که تا میشه، به این شکل قرار میگیره. یه مسئله مهم من بهتون بگم، اونم اینه که ببینید بچه ها، یه چیزی که کلا وجود داره اینه که بچه ها فکر میکنن با دست چپ باید گیتار نگه دارن. شما به عنوان نگه داشتن گیتار، ببینید الان دست چپ من کاملا آزاده، خب ولی گیتار وایستاده، یعنی
گیتار رو تو پاتون میذارید، این گودی گیتار رو میندازید توی پاتون، خب، و یه قسمت شکمتون که این گیتار رو نگه میداره و دستتون که گیتار، یعنی وظیفه نگه داشتن گیتار با پا، بدن و دستتونه. خب دست چپش وظیفه‌ای برای نگه داشتن گیتار نداره. حالا چی کار میکنیم وقتی اینو اینجا گذاشتیم؟ شستمونو میذاریم روی سیم شیشم، خب، که بتونه یه حالت حالا خوبی داشته باشه، و این انگشتمون هم نه خیلی صاف میکنیم نه خیلی جمع میکنیم، به یه حالت اینجوری. ببینید انگار که یه پرتقال تو دستاتونه، نمیتونید ببندینش، اینجوری به این حالت قرارش میدید و میذارید روی گیتار. و حواستون باشه که کاملا عضلات دستتون باید شل باشه. میان توی دست چپ. توی دست چپ چی کار میکنید؟ ببینید توی دست چپ سه تا حرکت وجود داره، یا بتونیم بگیم چهار تا. یکی شست، یکی کف دست، یکی انگشتا که باید خم بشه، و یکی نوک انگشتا که من دونه دونه براتون توضیح میدم. مرحله اول، ببینید شستتون کاملا باید مثل لایک باشه، صاف صاف، و این قسمت شستتون باید پشت دسته گیتار احساس بشه. یعنی شستتون به این شکل نباشه، به این شکل نباشه، به این شکل نباشه، کاملا اینجوری. چرا؟ چون شما برای گرفتن نوت ها یا حالا فرت ها در سیم که بهتون میگم چی هستن، احتیاج داری یه چیزی مثل گیره این گیتار رو بگیره. برای اینکه قدرت کافی برای گرفتن این انگشتاتون به وجود بیاد، مجبورین که این قشنگ اینجوری پشت دسته گیتار فشار ایجاد کنه. اگر اینجوری باشه فشاره مثلا میاد اینجا، دیگه شما نمیتونید گیتار رو به خوبی بگیرید و طبیعتا صداش گیز میده و صدای خوبی ایجاد نمیکنه. پس شست به این شکل اینجا، این دوتا انگشت اصلا به شکل لایکه، یکی لایک اینوریه، یکی لایک اینوری، صاف صاف. یه چیزی که برای این دست وجود داره قبل از اینکه مسائل بعدیشو بگم، ببین شما دستتون باید اینجوری باشه، اصلا همینو میاری میذاری تو گیتار. الان بهتون میگم چجوری. اینو میذارید اینجا به این شکل. کف دستتون نباید بچسبه زیر دسته گیتار. اشتباهی که بچه‌ها اصولا میکنن، دستشون رو کمی خم میکنن که با این انگشت به قول خودشون دسته گیتار رو نگه دارن. خب همونطور که الان گفتم، دست چپ هیچ وظیفه‌ای روی نگهداری گیتار نداره. شما با دست راست باید این کارو بکنید. یعنی با اینجا بدن و پا گیتارتون رو نگه می‌داره و دست چپ فقط باید آزاد باشه که بتونه حرکت بکنه. پس این اینجا دست چپتون به قول معروف کف دستتون به زیر گیتار نمیچسبه، به این شکل یک فاصله‌ای داشته باشه. حالا چی کار میکنیم؟ مسئله بعدی که اینم خیلی تو بچه ها شایعه و باعث صدای بد توی گیتار میشه، گرفتن گیتار به این شکله. خب شما گیتار رو باید به این شکل بگیریم، مثل پنجول، انگشتا بند اول و دومش باید شکسته بشه. خب به خاطر چی؟ ببینید من الان یه آکورد میگیرم. اگه دقت کنید این سیم‌های پایینی من که گرفته نشده همه آزادن، ولی اگر من دستمو به این شکل بیارم، یعنی مچمو یه ذره بیارم عقب که این دستم آزاد بشه، صدا رو گوش کنید، ببینید چه جوری شد. حالا ببینید تفاوتو، همین وقتی دستم مچمو یه ذره میاد جلو و این زیر انگشتای من باز میشه و به سیم‌های پایینی نمیخوره، ببینید صدا چقدر شفاف میشه. پس این قضیه رو برای صدای بهتر از گیتار کاملا بهش دقت کنید. خب وقتی مچ انگشت رو شکوندین، ببینید الان میتونید علامت سیما روی انگشتای منو ببینید، اینجا رو ببینید علامت انداخت سیما. شما کاری که میکنید اینه، به این قسمت انگشت میگن نرمه گوشت، این نرمه گوشت باید گیتار رو بگیره، یعنی به این شکل. حالا اگر شما این کارو بکنین، اینجای انگشتاتون میمونه روی گیتار، ولی اگر بند اول انگشتتون رو بشکنید، این قسمتی که علامت سیم میبینید افتاده میفته روی گیتار به این شکل و صدای بهتری میتونید ازش بگیرید. خب مسئله بعدی، هفت تا نوت موسیقی و هفت تا حرف لاتینه. هفت تا حرف لاتین یعنی چی؟ یعنی هفت تا حرف انگلیسی. حالا چرا شما باید اینا رو یاد بگیرید؟ به خاطر اینکه توی بحث آکوردی که ما توی جلسات بعد داریم، شما خیلی این قضیه بهتون کمک میکنه. ما هفت تا نوت موسیقی داریم: دو، ری، می، فا، سول، لا، سی، و هفت تا حرف اول انگلیسی: A B C D E F و G. این هفت تا نوت با این هفت تا حرف در کنار همدیگه قرار میگیرن. به چه شکلی؟ شما هفت تا دونه نوت موسیقی دارین که از دو شروع میشه. البته تفاوتش اینه، حروف الف با ما از لا شروع میشه. لا رو با A نشون میدیم، نوت C رو با B نشون میدیم،
نوت دو رو با سی نشون میدیم، حرف سی انگلیسی. نوت ری رو با دی انگلیسی نشون میدیم. نوت می رو با ای انگلیسی نشون میدیم. نوت فا رو با اف نشون میدیم و نوت سول رو با جی. که شما باید حواستون باشه اینا رو باید حفظ بکنید. راحت تر بخوام بهتون بگم، شما با کلام یعنی با زبانتون میگید لا، ولی به جاش ای رو می نویسید و هر جا کلمه ای انگلیسی رو دیدین که توی درس‌های بعدی و کلن اگر گیتار رو با آکورد بخواید بذارید خیلی استفاده میشه، میشه لا، یعنی ای ما میشه لا، بیمون میشه سی و ادامه که براتون توضیح دادم. میریم سراغ شماره انگشتا. شماره انگشتا به چه شکله؟ ببینید ما توی گیتار دو تا دست چپ و راست داریم که هر کدوم یه سری شماره داره. توی دست چپ به چه شکلیه؟ دست یعنی انگشت شست رو چون حالت نگه دارنده داره، وظیفه ای برای گرفتن سیم ها نداره، به صفر میگن اصولا بهش، یا میتونید شماره ای هم بهش ندید ولی اصولا بهش صفر میگن. انگشت های مابقی از انگشت اشاره میشه 1، 2، 3 و 4. پس دست چپ ما شد 0، 1، 2، 3، 4. ما خیلی به این شماره ها احتیاج داریم، حالا بعدا بهتون میگم اصلا به وفور ازش استفاده میکنیم، پس سعی کنید اینا رو خیلی خوب حفظ کنید. میریم سراغ دست راستمون. دست راستمون به چه شکلیه؟ دست راست رو با یک سری حروف نشون میدیم، میگیم پی مکس، یعنی از انگشت شست میشه پی، آی، ام، ای و ایکس. پی مکس، پی آی ام ای ایکس. حالا این شماره ها رو بعدا خیلی استفاده میکنیم و دیگه براتون خیلی جا میفته. یه مسئله رو بهتون بگم، توی گیتار شما این فاصله هایی که میبینید بهشون میگن فرت، یعنی مثلا این فاصله میشه فرت 1، فرت 2، فرت 3، فرت 4 که ما خیلی از این قضیه استفاده میکنیم. به عنوان مثال میگیم انگشت 1 رو روی فرت 1 سیم 1 بگذارید، به عنوان مثال، یا مثلا در فرت 1 سیم 3 بذارید، یا در فرت 2 مثلا سیم مثلا فلان سیم بذارید. همه اینها خیلی گویا استفاده میشه و ما میگیم فلان کار فلان جا مثلا میشه فلان آکورد. اینو ما خیلی میتونیم استفاده بکنیم ازش برای گرفتن آکورد. پس فرت و شماره انگشتان که خیلی باید حواستون بهش باشه. و داستان بعدی هم اینه که توضیح در مورد آکورد ها. بچه تا اینجا که براتون توضیح دادم شناخت گیتار بود، از این به بعد میخوایم بریم چیزهایی رو به شما بگیم که توی گیتار زدن به شکل ریتم و آکورد و خوندن آهنگ باش خیلی به دردتون میخوره. اولین مسئله آکورد هاست. ببینید ما کلن آکورد یعنی چی؟ خیلی ساده اگه بخوام بهتون بگم، وقتی شما چند تا نوت رو با هم دیگه میگیرین که حتما حالا توی گیتاریست دیدین که این کار رو میکنن و حالا با دست راستتون حالا اینجوری یا به شکل مثلا ریتم میزنید، این میشه آکورد زدن. یعنی مثلا یکی، دوتا، سه‌تا، سه‌تا نوتا یا دوتا نوتا یا چهار تا نوتا با هم دیگه میگیریم. پس همزمانی صدای چند تا نوت با هم دیگه رو ما بهش میگیم آکورد. خب توی گیتار البته فراتر از این داستانه، ولی حالا فعلا چیزی که میخوایم یاد بگیریم، توی گیتار ما دو شکل مینور و ماژور رو فعلا میخوایم استفاده بکنیم. مینور یعنی چی؟ مینور به معنی آکوردهای کوچکه، ماژور به معنی آکوردهای بزرگ. ولی این کلمه کوچک و بزرگ شاید یه ذره براتون حالا سخت بکنه داستانو. خیلی راحت تر بخوام اگه بخوام بهتون بگم، اون هفته حرف لاتینی که بهتون گفتم A B C D E F G به شکل مینور و ماژور میان. یعنی مثلا ما گفتیم کلمه A نشون دهنده نوت لا. چجوری میخوایم اینو تشخیص بدیم که این مینوره یا ماژوره؟ اگر کلمه A همراه با یک M کوچیک در کنارش اومد، ما این آکورد رو مینور میشناسیم. اگر نیومد یعنی A خالی بود، ماژور میدونیمش. یه بار دیگه تکرار میکنم، ما گفتیم کلمه A نشون دهنده نوت لاه. اگر نوت لا با یک M کوچیک در کنارش یعنی نوشته شد، میشه لا مینور. اگر لا M نداشت یعنی خالی بود، میشه لا ماژور. به همین سادگی. و من شکلهاشو الان توی آکورده که بهتون آموزش میدم بهتون میگم که به چه شکلیه. خب
خب ببینید دوستان، الان میخواییم در مورد آموزش ریتم هم توی این جلسه بهتون یاد بدم که میدونم خیلیتون دوست دارید و اصلا هدفتون از دیدن این ویدیوها اینا بوده که ریتم یاد بگیرید. یکی از ریتمای بسیار ساده که توی ابتدای هر آموزش آکورد و ریتم و آکوردی معمولا اساتید درس میدن ریتم دو چهاره. دو چهار یعنی چی؟ ببینید وقتی شما با انگشت آیتون، خب اول اینو بهتون بگم چجوری ما این کارو میکنیم. میخوایم دست راست رو بگیم که بعدش ایشاله بریم روی آکوردگیری دست چپ. با انگشت آیتون خب به این شکل میرید پایین و میاد بالا. یعنی چی؟ اول اینکه حواستون باشه، من چیزی که توی بچه‌ها تو کلاس‌ها میبینم اینه که مثلا میخوانی انگشت رو بزنه اینجوری بزن. این نیست، این یعنی فشار روی انگشتاتونه. انگشتا رو باز کنید، همشون کنار هم باشن، خیلی شل. البته توی هفته های اول شاید یه ذره دستتون خشک باشه، زیاد به خودتون سخت نگیرید. توی تمرین کردن و زدن این قضیه خودش حل میشه. خب به این شکل دست شل شل کاملا، یه ذره قوس داره انگشتا، به این شکل میزنید میرید پایین میاد بالا. نیازی هم نیست همه انگشتاتون بخوره، فقط این به فاصله 1 سانتی از بقیه انگشتا جلوتر باشه، خیلی راحت میتونه کارش انجام بده و هر چقدر شلتر این کارو بکنید صدای گیتارتون قشنگتر میشه. این یه موضوع. موضوع دوم این که سعی کنید که فشار زیادی به گیتار نیارید، چون فشار زیادی این انگشت به گیتار، به سیم‌های گیتار، باعث میشه انگشت رو میره تو سیما. ببینید یه همچین چیزی میشه، میبینید؟ چون فشار دست من الان خیلی زیاد بود و نباید خیلی هم آروم باشه که صدا نده. یه چیزی بین آروم زدن و محکم زدن به این شکل انجام میشه، یعنی به این شکل که شما انگشتاتون رو آروم به سمت پایین و بالا میبرید. ولی خب گفتم تو جلسات اول زیاد به خودتون فشار نیارید، خیلی راحت آروم انجام بدین، دستتون کاملا باز میشه. میریم سراغ دست چپمون که آکوردهای مختلف رو باش میگیریم و فعلا که توی جلسه بعد دیگه کامل براتون با آهنگ از خواب برگشتن به تنه اینم مجدش رو بهتون بدم، توی جلسه بعد ایشالا یادش میدیم. بریم فقط ریتم دست راست تو این جلسه یاد بگیریم. ببینید همین کاری که شما انجام میدین به شکل پایین و بالا رفتن دو بار که انجام بشه، یعنی فرض کنید این ضربه پاس 1 و 2 و این میشه ریتم 2-4. خب بهش که حالا مثلا یه ذره حالا بخواید تر و تمیزترش بکنید که من همین الان توی همین 2-3 دقیقه آینده آپاگادر هم بهتون یاد میدم، به این شکل میشه که اصطلاحش میگیم 2-4 راک، یعنی 1 و 2 و. یه چیزی هست، دستتون رو سعی کنید وقتی ریتم زنید زیاد بالا و پایین نبرید، تو این محدوده به چرخه، چون هر رفتی یه برگشتی داره. شما مثلا وقتی دستتون تا اینجا بیاد همونو با دوباره برگردونی و این زمان میخره. خب میشه 1 و 2 و. با این انگشت پس چی شد؟ 1 و 2 و. روزای اول بچه‌ها به خودتون سخت نگیرید اگه زیاد صدای خوبی نمیده، یه کوچولو که تمرین بکنید اوکی میشه. و مسئله بعدی که الان اینی که بهتون گفتم ریتم 2-4 به 1 و 2 و میخواد. حالا یه چیزی هم بهتون بگم شاید بتونه یک کلید راهنما بشه. ببینید اگه اینو ضربه پاتون فرض کنید با 1 تناب به دستتون وصل شده، وقتی پاتون میره پایین انگشتتون رو میبره پایین و وقتی دستتون میاد بالا با همون تناب پاتون رو میاره بالا. اینجوری میشه به این شکل، یعنی پا میره پایین دستو میبره پایین و وقتی دست میاد بالا یعنی انگشت میاد بالا پاتونو میاره بالا. اینو میتونید برای یه هماهنگی استفاده بکنید تو ذهنتون، مثلا میشه 1 و 2 و و مجموع این 1 و 2 و میشه یه ریتم 2-4، میشه 1 و 2 و. خب حالا ما چطور میتونیم این ریتم 2-4 رو خوشگلش کنیم؟ با قرار دادن آپاگادو داخلش. آپاگادو یعنی چی؟ آپاگادو به معنی یک کلمه اسپانیاییه، به معنی میوت کردن صدای گیتار یا خفه کردن صدای گیتار. که حالا توی گیتار چجوری استفاده میشه؟ ما اول صدایی رو که میخوایم رو میزنیم، بعد صدا رو خفه میکنیم. که به چه شکلی میشه؟ به این شکل که شما وقتی انگشتتون پایین رفت بالا اومد، روی ضرب دوم آپاگادو میزنید، میبینید صدا خف میشه. خب یه اشتباه رایجی که بچه‌ها میکنن اینه که وقتی اینو میزنن دستشون از گیتار فاصله میدن و میکوبونن رو گیتار. نه، آپاگادو این نیست. ببینید آپاگادو تعریف خیلی سادهش اینه که صدایی که ایجاد میشه خفه میشه. اینو دقت کنید،
صدایی که ایجاد میشه خفه میشه. شما تا صدایی رو ایجاد نکردین نمیتونید خفش کنین. چون بچه ها مثلا این کار میکنن، این نیست، ببینید اینه. یعنی چی؟ یعنی شما میزنید اول صدا رو، یعنی یه صدا رو ایجاد میکنید، بعد دستتون رو تو همون راستایی که داره به سمت پایین میره، چون ببینید وقتی این کار رو میکنید داره دستتون به سمت پایین میره دیگه، تو همون راستا میخوابونید رو گیتار به این شکل به سمت پایین. ببینید حالا از این برم بهتون نشون میدمش، به این شکل میشه. ببینید حالا ما میام اینو کجا قرار میدیم؟ توی ضرب دوم. اگه نمیگفتیم یک و دو و، سر ضرب دوم آپاگادو میزنیم که به این ریتم میگن دوچار راک. ببینید از خواب برگشتم به تنهایی، پل میزنم از صبح زیبایی. ببینید دقیقا با همین ریتم مثلا این آهنگ، یا خیلی آهنگای دیگه مثل بی احساس شادمر که توی جلسه سوم بهتون، یعنی جلسه دو، یکی دو جلسه دیگه بهتون یاد میدم، و آهنگای دیگه همشون با این ریتم، یک و دو و. حالا این یک و دو و همون دو چهار ساده است، یک و دو و، که اینجا اومده به چه شکلی قرار گرفته؟ یک و سر ضرب دو آپاگادو میزنیم، و آپاگادو هم گفتیم انگشتتون اول صدا رو ایجاد میکنه، در راستایی که داری میره پایین انگشتتون رو میخوابونید روی گیتار. این قسمت دستتون، یعنی این کف دست اینجا و این دوتا انگشت، مسئول ایجاد آپاگادو هست، که شما برای زدنش هیچ کاری نمیکنید، فقط دستتون رو میخوابونید. اگر دستتون رو بخوابونید خودتون احساس میکنید اینجای دستتون میخوابه روی سیم ها، سیما رو به این شکل خفه میکنه. ولی شما مسئول این نیست که وقتی زدین دستتون رو مثلا اینجوری بزنید یا این کار رو بکنید، نه، دستتون که رفت پایین آپاگادو رو ایجاد میکنید. و مسئله آخر بچه ها در مورد ناخون ها، ناخون های دست. خب حالا شست خیلی سلیقه مال من، شاید یه ذره حالا بلند باشه، میتونه کوتاه‌تر هم باشه، میتونه یه ذره بلندتر هم باشه. شما نوازنده های گیتار خیلی زیادی رو دیدین که حتما انگشت شستشون تا اینقدر ناخون داشته باشه، چون شست توی گیتار، حالا مثلا توی آرپژ زدن، خب به این شکل حالت استفاده میشه، و توی ریتم هم البته استفاده میشه، مثلا یا حالا شکل‌های دیگه که بعداً بهتون آموزش می‌دیم. ولی به طور کل ما بقیه انگشت‌ها به چه شکله بچه‌ها؟ ما بقیه انگشت‌ها باید ناخونتون به شکل، اول که ناخون زیاد، حالا شست من اگر می‌بینید کنارش خیلی صاف شده، این داستانش یه ذره فرق می‌کنه. این 4 تا ناخون رو زیاد دورش رو اینجوری گرد نکنید مثل انگشت شست من. ببینید گرد نکنید این 4 تا انگشت رو. خب چیکار باید انجام بدید؟ کاری که انجام میدین خیلی صاف باشه، خب، که همزمان با اینکه انگشتتون روی گیتار میخوره به این شکل، این ناخونتون هم بهش بخوره، و دورش زیاد چیز نکنید. و یه چیز دیگه هم که هست، مسئله‌ای که هست اینه که شما برای ناخون گذاشتن اصلا و ابدا انگشتای دستتون، 3 4 تا انگشتتون رو بلند نکنید، در حدی باشه که فقط از جلو انگشتتون رو به این شکل از پشت دارید می‌بینید، یه اندازه خیلی کوچولو ناخون از این رو ببینید، همین، یعنی بیشتر از این بشه تو سیمای گیتار گیر می‌کنه و موقع نوازندگیتون شما رو با مشکل روبرو می‌کنه. خب بچه‌ها این جلسه اول بود. هر آنچه که شما احتیاج داشتید برای یادگیری گیتار و برای زدن آهنگ توی جلسات بعدی، چون جلسات بعدی کلا فقط میریم رو آهنگ زدن، نیاز داشتین همه رو من بهتون گفتم، هیچ چیز دیگه ای نمونده. اینا رو خوب تمرین بکنید توی جلسات بعد، دیگه گیر نکنید روی آپاگادو، شکل دست که چجوری حالا مثلا راحت باشه، ریلکس باشه، شماره انگشت و آکوردهای مینور و ماژور که توضیح دادیم، هفت نوت موسیقی و حروف لاتینش و نحوه دستگیریش کار بکنید تا توی جلسات بعد دیگه با مشکل روبرو نشید. امیدوارم که این ویدیوها بتونه بهتون کمک بکنه. حتما لطفا ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید و به دوستاتون ویدیوهای ما رو معرفی بکنید تا بتونن از این ویدیوها بهره ببرن.